ربون الله، کسی میگه رب من الله هست، تا کنار جان خودش هم باید جلو بره، نباید باکی داشته باشه. حضرت خوبین میگه ربون الله، چی میگویم؟ رب ما الله هست. خوبین را اسیر میکنن، پای دار میبرن، آویزانش میکنن. این زمانی که نخ دار را برگردن اون میاندازن، میپرسن خوبه نظر شما نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم چی هست؟ دوست داری که امروز به جای شما رسول الله به این دار آویخته میشد و شما در شهر مدینه قدم میزدی؟ خبیب رضی الله تعالی عنه چی میفرماید؟ ابو سفیان، اون زمان ابو سفیان مسلمان نشده، ابو سفیان خیال شما چی هست؟ من دوست دارم بر این دار آویخته بشم، اما بر محبوبم محمد صلی الله علیه و سلم در شهر مدینه دوست ندارم که یک خاری هم بر پای اون بخلعد و برم، حتی پای اون زخمی بشه. ابو سفیان چی میگه؟ میگه من هیچ کسی را ندیدم که یارانش این چنین اون را دوست داشته باشند. ربون الله یعنی ای مسلمان، یعنی ای اونهایی که امروز خون مسلمان ها را میریزن، بر این خیال نباشن که خون مسلمان هدر میرود، خشک میشه، نابود میشه، از بین میره. نه، هر قطره خون مسلمان ایمان تولید میکند، شجاعت تولید میکند، مرد مسلمان میسازه، درخت اسلام را انتن و برش میکند و قویش میگرداند، هم بارورش میکند. مسلمان با ریختن خونش نابود نمیشه، اسلام با ریختن خون مسلمان نابود نمیشه، بلکه قدرتمند میشود. و اون زمانه که مسلمان در جامعه زنده میشه. چی میگوییم؟ اگر خوبه به پای دار میره، یا حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه تیرباران میشه، یا صحابی دیگر در میدان جنگ از بین میرود، به اسلام رخنه وارد میشه؟ نه، حمزه 1400 و اندی سال وفات کرده، شهدای احد، شهدای بدر، شهدای موته 1400 و اندی سال وفات کردن، اما هنوز که هنوزه در دل هر مسلمانی زنده هستن. چی هستن؟ زنده هستن. مسلمان زمانی میمیرد، اینه آخرین سخنی درس منه، مسلمان زمانی میمیره که زیر بار ذلت بره، خاری رو بپذیره، ذلت رو بپذیره، اگر چه روی زمین قدم میزنه، این مسلمان مرده هست، به داد هیچ مسلمانی نمیتوانه برسه. چرا؟ چون خودش ذلیل شده. اینه که ربون الله، وقتی که ما ربون الله میگوییم تا آخرش بیستیم و استقامت را رب العالمین از ما طلب میکنه. دعا کنی خداوند متعال ربون الله ما را تا دم مرگ ما برای ما حفاظت کند. و آخرین سخن ما، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.